مهمان ما دانشمندی است که امشب امیدوارم خودش ما را به خلوت خاطراتش ببرد یکی از علمی ترین چهره های سیاسی ایران به برمودا می آید حتما من امشب از قصه گرین کارت از آن ماجرای همسر فرانسوی از رازهای سر به مهر مذاکرات هسته ای خواهم پرسید من که همیشه دوست دارم بازی را به مهمان ببازم این بار با ایشان شطرنج میزنم که از مولانا بخوانم چند روز است که شطرنج عجب میبازی دانه بلعجب و دام عجب میسازی خوش آمدید های دکتر خیلی خوشم ببخشید اینجا ساختمانش قدیمیه آلی خیلی سیبا خراب بود شما هم شدید سلامت باشید خیلی خوش آمدید بفهمید های خب چه خبر های دکتر توفیر بعد از سالها شما رو مجددن حضورا میبینید مشتاها دیده ها بودید سلامت مدت خود سو بعید و لعهد شده بودید شما خوبید ما یه ویدیویی آماده کردیم اگر اجازه بدید با هم ببینیم بعد بریم سراغ سوالا در دکتر صالحی یک جعب سیاه جذاب سیاسی است گرچه خودش چهره و سوابق علمی برجسته دارد این هنر را داشته که در فراز و فرودهای سیاسی تقریبا با کمی جابجایی اندک سر جایش بماند فیزیک هسته‌ای خوانده و میداند اصطلاح جزیره پایداری چیست تند باد حوادث او را به گوشه ی رینگ نبرده گرچه روزهای سختی را هم گذرانده است متولد کرب و بلاست خوش بیان است و اگر دل بدهد می شود خاطرات فوق العاده ای را از زبانش شنید مثلا بنده سال اول ابتدایی مردود شدم یکی از آن نسلی که آدم فکر می کند در جوانی زیاد عاشق می شده و زیاد فارغ می شده امیدوارم امشب به ما که رسید دیپلماتیک عمل نکند همان جوری باشد که در گعده های دوستانه با رفقای گرمابه و گلستانش هست مراسم همون مراسمی است که آقای دکتر صالحی گفتن چی بود آقای دکتر صالحی <applause> 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 سلامتی ما با هم دست کم دو دهه خاطرات خبری مشترک داریم شما متولد کربلا هستید آقای بله سلام گرم ما به روی ما همیشه سلامتی همیشه سلامتی آرزوی ما بود بخند و اکتو سرزدی به برمودا سرزدی به برمودا صفا آوردین بخند و اکتو دست شما در خورشید خندتون امید ما بود به خند تو چقدر خوشحال شدیم ما تشریف آورد این آه آه دست جناب شاغلام چقدر خوشحال شدیم خیلی ممنون بفرمایید این دم نوش گل گاو مخصوص جناب دکتر شاغلام در خدمت شما دست شما درد نکنه خیلی متشکرم ممنون خاطرات خوبی از شما داریم همه ملت ایران واقعا همه خیلی خیلی خوش اومدید خیلی مشرف فرمودید من در خدمتتون هستم ممنونم جناب شاغلام جناب ما بله. خب آیا دکتر شما متولد کربلا هستید؟ بله یکی از به نظر من التاف خفیه الهی این است که کربلا به دنیا آمد چرا دست کم بخش زیاد نمیگم ولی برخی از مسئولین ما چرا متولد عراق هستن؟ سیاست مداران ما خب ببینید در طول تاریخ اصلا کلمه بغداد رو شما اگر بررسی بکنید این در حال حقیقت بغ داد هست بغ در فارسی قدیم یعنی خدا دادم که یعنی داد یعنی خدا داد یه سرزمینی بوده خب دجله و فرات و اینا سرزمین بسیار مستعد کشاورزی بله. و میشه گفت مستعدترین سرزمین کشاورزی جهانه خانواده های زیاد از ایرانی ها میرفتن و اونجا مقیم میشدن مجاور میشدن یعنی به صورت مجاور حرم حضرت عبا عبدالله و لذا خیلی از خانواده ها اصالتا ایرانی بودن در کربلا خیلی یار که ما و شهروند میشنسیم. عراق حساب میشن ما شهروند عراق کسی حساب میشه که اونجا بره پاسپورت عراقی بگیره ما بیش کدومون این کار نکرده بودیم دمجم. و اونجا مثلا من در کتاب خاطرات شما خوندم که بعضی وقتا تو کوچه اذیت میکردن مثلا داد می میگفتن عجم 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 بله ببینید انگلیس ها یکی از کاراشون این بود که اختلاف بیاندازن بین مردم اونجا اختلاف عجم و عرب رو پیش کشیدن که همیشه که یه کاری نکنن این ایرانی ها و عراقی های اصیل سرزمین اینا با هم مثلا یک زندگی آرام و مثلا داشتن البته خوب بود و مشکل بله. نبود ولی چیز میکردن با روش های روانش یه کار میکردن عدم اعتماد وجود داشته باشه یه آیقی بقول قول مرافی حاجبی بین این دوتا بذارن که کار ایرانی مثلا اصطلاحاتی درست کرده بودن مثلا ما رو که میدیدن مثلا میگفتن عجمی عجمی یعنی عجم عجمی <تص> برو کلمه <برو> بروش هم به فارسی میگفتن می یعنی می <برو> <برو> <هم برو> می ای مثلا غریبه از اینجا برو. برو توجه میکنیم و نمیذاشتن این به نظر من حالا بحث نمیخوام بگم همه چیزی رو سر انگلیسی هاست ایجا ناپلون نمیخوایم اینجا ولی واقعا این نشان دهنده یک کار ظریفی کار بود که انجام میدادن که بین مردم تفکیک ایجاد بکنن اختلاف ایجاد بکنن جدایی ایجاد بکنن چون ایرانی واقعا موفق بودن حالا تو حرفه مثلا پزشکی توی مسئله مهندسی توی دانشگاه ها شما وقتی که بچه بودین در دوران کودکیتون آرزو داشتید که شغلتون چی بشه من دوست داشتم مثل پدرم تجارت بکنم خیلی به مسائل مالی و اینها علاقه من بودم خلاصه دوست داشتم مثلا احساس میکنم پول داشتن خوبه و بعدم ما تو کازمن خونمون نزدیک یه بازاری بود نزدیک حرم بود اون بازار بیشتر لباس فروشی توش بود و اینا و خب اون موقع یه سری بچه ها توی مغازه لباس فروشی که کار میکنن هر کی می آمد لباس می خرید. اونجا میگفتم بخشش بخشیش بخشیش یعنی تو حالا که لباس خریدی یه چیزی هم به مغازه بده انعام بده تیپ. من خوش آمد گفتم این چکار خوبی آدم میره اونجا با میسته هر کی لباس خرید هی میگه انعام بده خلاصه به پدرم اصرار کردم منو بذار بشه که از این رفقات من تو این مغازه کار بکنم ترجمه فکر میکنم دیگه واقعا این نهایت موفقیته یه مدت ما رو گذاشت تو بازار پیش یکی از همین دوستاش گفت این بچه ما میاد اینجا چیز حسابی انام رو جمع کردیم ما فقط تنها کاری که کردیم. نکنیم هر کی میامد قبل از اینکه بخره اول می انام این بعد از یه بخشش میگفتیم بعد از این بودن ای آقای گفت آقا این بچه تو ببر اصلا یورو هنوز خرید نکرده این میخواست جزید یه انام منو من تصور میکردم من آخرش مثلا یه بازاری بشم مثلا جای پدرم مثلا برم ولی پدرم خدا بیا مرزه فقط میگفت درس بخونید من لیسانسمو رو که گرفتم گفتم بابا من دیگه لیسانس گرفتم بیروت بودم بله. خب پدرم با بیروت کار میکرد با سوریه و تجارت و <سؤال> شما در بیروت عاشق شدید؟ عاشق نه <عقی> هیچ ملاقات عاشقانه ای نداشتی؟ نه الحمدلله نه, نه. <applause> چرا الحمدلله عشق <applause> دیگه؟ <الحش> <حسنه> خب بیشتر اجداد شما فقه خوندن و شما برخلاف اونها چه علاقه پیدا کردید به فیزیک هسته ای؟ به ما که رسید دیگه ما نسل جدید بودیم دیگه, مدرن دیگه. بود. یعنی نسل مدرن به قول معروف بودیم اینکه علم رو رها نکردیم ولی نوع علم رو با معروف جای تو مسائل حوزوی باشیم دیگه رفتیم به علم جدید و این مدرن و اینا و دانشگاه و اینا دیگه چیز شد و بعد چی شد که از بیروت شما رفتید ماساچوست ام آی تی بله من یه دفعه تصمیم گرفتم برم امریکا همینجوری گفتم میرم امریکا اگر موفق شدم میمونم اگر نشدم برمیکردم یعنی نه فقط که میخواستم برم امریکا میخواستم بهترین دانشگاه امریکا برم یعنی رومم خیلی زیاد بود آرزوها بلند وضع مالی پدرم خوب بود وضع مالی الحمدلله خوب بود من مشکل مالی نداشت حالا ما رفتیم امریکا البته نمره ها ما آورده بودم توصیه نامه ها من برده بودم که من دیگه یکی دو ترم با حساب پدرم اونجا خوندم بعد دیگه بورسیه خدا ام‌آی‌تی شدم و موندم ام‌آی‌تی در کمال ناباوری همه دوستان و وقتی که اراده میکنه انسان و پیگیر باشه و و ارزم بزرگ شما البته خب چیزش هم داشته باشه تواناییش هم داشته باشه نه اینکه همینجوری بله. و بعد شما عاشق ساندویچ های امریکایی مک بله, بله بودید و هستید هنوز بله بله من هر وقت میرم واقعا مکدانل فیش میش فیش مکش فیش مکش و چی بگم بگم به دروغ بگم نه واقعا دوست دارم دیگه و فیشمک خیلی خوشمزه ای داره میکشیک های خیلی خوشمزه داره و چی شد اینا. که از اونجا برگشت خوش نمیگذشت امریکا؟ نه اونم داستان داره من, اون من زمانی برگشتم زمان شاه بود که من برگشتم زمان رژیم گذشته من میخواستم امریکا بمونم رفتم گرین کارت بگیرم ولی هنوز دانشجو بودم با یه دوست چینی دو تایی رفتیم پیش یک وکیلی گفت نفری 700 دلار میگیرم دنبال کارتون خب ما 700 دلار رو دادیم اونم دادم اینا که ما گرین کارت بگیریم که درسمون تموم شد بمونیم امریکا بعد نمیدونم الان دوزنم یه ایرانی به من گفت یا یه کسی ولی خارجی گفتش که علی اگر بهت گرین کارت ندن یعنی اگر جواب منفی بدن و وقت تو مجبوری امریکا رو ترک, کنید کنی چون که با ویزای چیز توریستی اومدی توریستی اومدی نه من توریستی اومده آه. بودم دیگه مونده آه. بودم دانشین آه. و اون وقت این با صد بد میشه گفت من ترسیدم گفتم ای نکنه ما یه دفعه اینا مخالفت بکنم وقت ما بین زمین و آسمون گیر بکنیم دیگه چجوری برگردیم امریکا رفتم 700 دلار گفتم آقا من نمیخوام کار خدا میگه الله عبد و دبر والله و قدر کار و خدا واقعا گفتم خب من میرم کانادا رفتیم کانادا و نه در کانادا یعنی کنسولیگری کانادا در بستان, بستان. گفتم ما میخوام مهاجرت کنیم کانادا اون موقع من دو تا بچه داشتم دیگه عکس و فلان و فرم و من زود ازدواج کنیم کردیم همه اینا رو بعد نامش اومد که شما برای مهاجرت به کانادا با مهاجرت شما به کانادا موافقت می شود ولی شما باید بیرید تو کانادا گرین کارت تو بگیری بهش میگن لندد امیگرنت یعنی مهاجری که باید بیاد تو اون سرزمین پاسپورت ها زمان رژیم گذشته یه مهر می زدن من نمیدونم چرا این مهر می زدن. خیلی عجیب بود که این پاسپورت برای مهاجرت اعتبار ندارد not valid for immigration این پاس پاسپورت... مهر این خانم دید خانم کنسول گفتش که آی سالی برو یه پاسپورت دیگه بگیر که این مو توش نباشه حالا من باید برم نیویورک دیگه گفتم خدای عجب گیری کرد تو نیویورک نیویورک بود پاشم برم نیویورک بگه باسه چی میخوای مو رو چیز کنی واسه چی دوباره پاسپورت کنم موقع مسائل بالاخره رژیم گذاشتم مشخص نبود دیگه همیشه بله. یک حالت چه سالی بود؟ این سال پنجا و چار پنجاب و, پنجاب و پنج بود دیگه پنجاب و پنج بود فکر کنم دیگه من گفتم ولش کن حالا ما که این موافقت رو داریم موافقت برای اینا این گفتم داری اون رو و بعد که دیگه درسم تموم شد پدرم گفت که بیا ایران برگرد ایران گفتم بابا من اگه باشه میخوام امریکا بمونم یا برم کانادا بیام ایران چکار کنم من هستی خوندم تو ایران که الان فلان و از این یا اینجا ببین بیا اینجا و ببین حال و هوای برمودایی بیا و نوش جان کن از قضای برمودایی درست ساندویچای فرنگی دل رو باین ولی کن بهترن با، با همبرگرای های برمودایی دست شما درد نکنه نوشابه ببخشید ببخش دست شما درد نکنه خیلی متشکرم ما از شما چی خودتون چی من در خدمتون هستم اصلا معلومه شما از قبل ما هم یه قواکوپی جناب شاغولام اصلا ما تلپاتی <تصفح> داریم ما اصلا باعث شما درد نکنه تمام ریزکاری های شما اون چیزایی که شما دوست دارین ما میدونیم در خدمت شما هستیم خیلی متشکرم ممنون بله پس بفرمایید که پدرم گفت برکت ایران خیلی اصرار کرد دیگه ما اومدیم ایران سال 56 چرا اصرار می‌کردن می خلاص ما پیشش باشیم چون های برادرای من هم دیگه همه رفته بودن خارج اه. پدرم تنها شده بود اه. و من که رفتم برادرام یکی یکی گفتم ما می‌خوایم بریم و بعدها باشیم. پشیمون نشدید از اینکه برگشتید نه نه اصلا میگم خدایا تو چه جوری واقعا مثلا همین کانادا رو داشتم من سه ساعته میتونستم برم نیویورک ولی گفتم حالا من برم و اون سوال بکنه واسه چی میخوای فلان و به درد سر بیافتم تازه توی مقطعی شما رفتید برای دانشجوهای خارج از ایران امریکایی تبلیغ کردید که برگردید ایران آره اون زمان بود دیگه اومده بودم ایران رئیس دانشگاه شده بودم رئیس دانشگاه اول انقلاب که رفتم ایرانیایی که خارج از یعنی ایرانیانی که در امریکا بودن و درساشون تموم شده بود با 110 نفر چون که حالا میگم دانشگاه ها بله آخه دو سال بسته شد دیگه تو بله انقلاب بله رفتی سراغ اونا میگفتی به اونا برگردید آره برگردید اینان <تصفح> که اومدن که اومدن واقعا چه پیشنهادی میدادید که رازیشون کنی؟ واقعا خب با صحبت میکنیم تازه اول انقلاب بود گفتم ببینید کشور انقلاب کرده ما امیدها آرزوها داریم آینده روشنی داریم و این آینده رو کیا با اس از اونا کسی مونده اینجا از اونا که برگشتن بله بله صد و ده نفر رو من یادم هنوزم قرار صد و بله خیلی هاشون بازنشست شدن بله چون این اتون با تون حرف میزنن بله بله اساتی دانشگاه شریف هن اساتی دانشگاهی دانشگاه دیگه با خدا حفظش کنه حضرت آیت الله محفوظی ما با ایشون رفتیم داستان های زیبایی با آیت الله محفوظی تو این سفر داریم بفرمایید خواهش می‌کنم اخه نمی‌شه کنه چرا نمیشه دیگه اخه اون وقت شما غذا خوردن ما رو هم دارید غذا نه، نه اونجا بله اینا پخش می‌کنیم یه گازش رو پخش می‌کنیم آید اون وقت اگر یه دفعه بریز نه فقط در حد یه گازش رو پخش یه گازش رو پخش می‌کنید خب به خوبیه خوبه نوشیدنی جانتون به خوبیه ساندویج های اونجا هست خیلی عالیه نوشه جان جان همبرگر بلدین درست کنی؟ طرز تهیه نه من شخصا که درست نکردم ولی خانومم خیلی همبرگر خوبی درست میکنه همبرگر خوب باید چه جوری باشه؟ همبرگر باشه یعنی کبابو رو ندارم ندارن مثلا همبرگرش بکنه همبرگر نمیدونم بالاخره یه شگردی توش باید باشه دیگه منزه همبرگر با منزه کباب باید فرق بکنه بعد قضاهای ایرانی چی دوست دارید دکتر؟ قضاهای ایرانی من شیرین پلو رو خیلی دوست دارم ولی خب خانم ما از بله. آزریه ترشمزه بیشتر دوست دارن فارس ها قضایی های شیرین می پوشتن دستن <applause> ما هرچی میگیم خانم ما شیرین پلو می اینشون ایشون رو مثلا هرچی قضایی ترش اینا دازم. شما آیا دکتر انقدر علاقه دارید به قضا و اینا چرا چاق نمیشید؟ این هم دیگه لطف خدا سال من آخه البته من چاختن از این بودم تا هشتاده کیلو بودم اگه 10 کیلو تقریبا کم کردم من سه تا عمل جراحی بزرگ داشتم یه بار رودم در این کلونوسکوپی و اینا پاره شد بله یه عمل بزرگ اونجا انجام شد بعد یه بار کلیه دست راستم یک سومش رو هست بر داشتن، عمل شد خدا انشالله عمرتون بده چی خدا با انشالله خدا عمرتون بده عمرتون دراز بده انشالله چی شد که شما وارد سیاست شدید؟ الان که بر به گذاشته می در سن ده یازده سالگی من علاقه داشتم به مسار سیاسی و الله یه بچه ده یازده ساله نمیاد به صحبت نخست وزیر گوش مملکتش کنه. گوش بکنه با این دقت بعد خب مجلم زیاد می خوندم روزنامه زیاد می خوندم. علاقه داشتم یعنی واقعا این حالا دیگه هر بچه‌ای علاقه داره بعد که دیگه اومدیم ایران و وارد دانشگاه شدیم هیچ وقت تصور من نبود که توی عرصه سیاسی من ظاهر بشم یعنی و این اینم باز تصادف یعنی تقدیر الهی بود شما در زمان آقای خاتمی با حکم رئیس جمهور شدید نماینده ایران در آژانس بله، در ویت بله. بعدها؟ آقای احمدی نژاد هم شما رو تو همون ماجرای معروف سنگال در مالنه. سفر آقای متکی و بر کناری یهوی یه شما رو سرپرست وزارت خارجه گذاشتن درسته این ماجراش چی بود آره دیگه یک سال بود من تو سازمان بودم آقای دکتر به من گفت بیا برو سازمان که دیگه 89 شما بیا برو وزارت خارج گفتم ببین آقای دکتر من دیگه الان سازمان جا افتادم بعدم وزارت خارج کلی افراد شایسته و لایق داره منو اجازه بدید که هم رشتم اینه همین این 20 درصد شروع کردم بالاخره اینو تمومش کنم یه دفعه یکی میاد ممکنه چیز بشه عصبانی شدی خدا آقای از نه اینکه عصبانی خدا همچین گلمند شد که من پاسخ مثبت ندادم یه یه ماهی خوشحال شدم که دیگه شون. یه یه ماهی گذشت دوباره گفت آقای سالی بیا برو دوباره, دوباره من با یه لطای فلحی علی راضی یه... نبود از آقای متکی؟ دیگه من نپرسیدم اه. من احساس میکردم بله راضی نیست اه. احساس من این بود که ایشون راحت نیست با آقای متکی حالا دیگه اونشو من نمیدونم اه. من هیچ وقت سوال نکردم ولی احساس بود که اینجا. تا یه پنج شیش ماه ایشون دیگه دیگه داشت ناراحت میشد واقعا پنج ماه چرا استنکاف میکردید؟ برای اینکه من کارمو دوست داشتم آه. گفتم خب وزارت خارجه خیلی آدم هست بره حالا چرا من برم خب یه کسی دیگه بره تعجب می‌کنی منم من رئیس سازمانم دیگه دارم کار فنی ممکن ممکنه به خاطر اینکه شما به حال در زمان آقای خاتمی نماینده ایران در آژانس بودید حالا اوه. یه الگه‌ای بوده آقای رئیس... نه. خودتونم چندان تمایلی نداشتید به اینکه مثلا وزیر امور خارجه این دولت شد. نه من احساس کردم تو وزارت خارجه بهتر از من هست من یعنی تمایلات حزبی و شخصی و اینا توش دخیل نبود من احساس کنم وزارت خانچه آدم خودشو داره که بذاره واقعا دیگه باشه رو گفتم ولی گفتم راجبش فکر میکنم خب سالگرد شهید شهریاری بود دانشگاه سنتی شریف مثلا بله هم سالگرد اولش بود آره دیگه سالگردش بود من رفتم دانشگاه سنتی شریف سخنرانی بکنم نشسته بودم یه دفعه دیدم اسمس آورد این رئیس روابط یه پیامک از دیار باگی من حالا آماده بودم برم سخنرانی که شما به ب... 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 سرپرستی وزارت چون سرپرست اول عبر... بله. وزارت امور خارجه منصوب شدید و فلا اینا بس چه؟ خدای ما جواب من گفتم بذارید فکر کنم دیگه این شد این شد و حالا داستان بقیهش خب ما که چه میدونستم آقای دکتر متکی کجاست و اینا من که دنبال کار وزارت خارجه نبودم توجه میکنین حالا اینا بعد هاست گفتیم خب حالا که اینجوری شده ما بریم خب وزارت خارجه و آقای متکی رو ببینیم سلام علیک بکنیم اینا روز بعدش متوجه شدیم که آقای دکتر متکی اصلا ایران نیست خود ریاست جمهوری دفترش هم متوجه شده بود که آقای متکی ایران نیست اما چرا آقای متکی رفته بود یه سفری ولی مثلا بنا بود حالا من روزا رو ممکنه من مثلا بنا بود یک شنبه برگرده اینا یک شنبه به من حکم داده بودن مثلا حالا فرض کنید شنبه سه ها. یک شنبه من این روزشون مثال دارم میزنم نگو آقای دکتر متکی متکی سفرشون رو یکی دو روز ادامه میدن توجه میکنید یعنی اون روز نمیان ایران دفتر آقای دکتر احمدی نشاد مطلع میشن میگن این احکامو جمع کنید دستور میده آقای دکتر احکام رو جمع کنید توجه میفهمید بعد که که آقای متکی که برگرد آقای متکی نمیدونستم فکر کردم بعد یه دفعه گفتن آقا احکام رفته توی چیز یعنی رسانه ها و اینا ها یعنی. و دیگه اینجوری شد و شما شدید وزیر امور خارجه و بعدن آقای متکی رو ندیدید چرا که بالاخره من در نماز جمعه میشون رو دیدم و که بعد دیگه قضیه سنگال پیش اومده بود خب تصورشون خب ایشون هم که نمیدونست که از شیش ماه قبل ما من دارن صحبت میکنن میکنن گلایی با نداشت کسی ما مطرح نکرده بودم گلشون از من نبود من مم. که آخه اینجا بیگناه بودم بله. گلشون از احتمالاً دفتر ریاست جمهوری جمهور. بود آی دکتر وزیر امور خارجه نباید لزومن متولد ایران باشه؟ نه خیر ایرانی باشه امه. و شما هیچ وقت پشیمون نشدید از اینکه وارد سیاست شدید یه چهره علمی و اجرایی هیچ وقت نگفتید که اگر روزگار برمیگشت عقب من وارد سیاست نمی نه من که گفتم از نوجوانی واقعا سیاست دوست داشتم امه. یعنی ببینید سیاست قبل از اینکه یه علم باشه یه هنره نه اینکه علم نیست من اونو نف نمی کنم ولی مثل نقاشی نقاشی هم علمه هم یه هنره یعنی طرف بایستی اون آمادگی رو در خودش ببینه اون حس نقاشی رو داشته باشه بعدم برای آموزش نقاشی بینید خودتون در خودتون این آمادگی رو میدیدید و میبینید این علاقه ای که به دنیای سیاست داشتم و از نوجوانی گفتم این مجله و روزنامه و, و دارید و دارم بله این خیلی خودش کمک کرد و مخالف این شعر سهرابیت که من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت خب نه حالا دیگه یه مقدارش هم ببینید ما افراد و تفرید میکنیم در تعریف بعضی امور بس دیگه داره خب سیاست رو چگونه میخوایم تعریف بکنیم میگه المسلمو هو الکیس الفتن بشره فی وجهه حزنه فی قلبه یعنی یک مسلمان ساده لوه نیست و خیلی زیرکه خیلی باهوشه و, خیلی و شما خودتون رو کیس میدونید؟ من اگه سیاست رو از این منظر ببینیم که سرت کلاه نره مهم. ولی ما در سیاست مبنا رو بر این نمیذاریم که بخوایم دروغ بگیم توجه میکنید ممکن حرفی رو نزنیم ما فرق میکنیم با دیگرانی که فرض کن حالا هر چیزی رو مباه میدونه هدف وسیله رو توجیه در جهت تحقق اهداف خوده بله. و اما... شما با تمام رؤسای جمهور تقریبا کار کردی بله. خب درسته شما از نظر حزبی و سیاسی گرایش خاصی نداشتی اما چطور میشه با این همه خط مشی های متفاوت و مختلف کار کرد این هم جزوی از کیاست و سیاست بود بله خب پیشینه ی علم یعنی پشتوانه ی علمی من خیلی کمک کرد ببینید ما تو دیپلماسی اگه بخوایم دیپلماسی رو بشکنیم میگیم دیپلماسی فرهنگی دیپلماسی علمی دیپلماسی مثلا دیپلماسی های مختلفی میتونه یعنی شقوق مختلف ممکنه دیپلماسی داشته باشه دیپلماسی علمی به خاطر اون پیشینه علمی و اون به قول معروف چهره تجربه علمی. علمی که داریم خیلی به من تو دنیای سیاست کمک کرد به خصوص تو پرونده, هستهی. پرونده هستهی هسته ای. پرونده هسته ای فرمودید. شما زبان عربی رو خیلی خوب میدونستید و میریم به زمستان 91 و آغاز مذاکرات هسته ای با طرف امریکایی بله از بله ببینید ما در زمان یعنی زمانی که به خارجه بودم م... از اه... اه... یک اه... اه... یکی از معاونین ما آقای دکتر قشقاوی رفته بودن ارزم اه... اومان اونجا اومانی ها با ایشون تماس میگیرن با ایشون و مدیر کلشون که با هم رفته بودن که آمریکایی ها آمادگی دارن که با شما وارد مذاکره مستقیم بشن در امر مربوط به پرونده هستین خب این به من منتقل میشه من خیلی جدی نگرفتم با خب از این زیاد زده میشه بعد آقای سوری که آقای دکتر سوری که رئیس فکر کنم نفتکش بود یعنی حالا اسمش یادم رفت شرکت ملی نفتکش مم. ایران اگر اشتباه نکنم ایشون هم بنا به دلایلی در رفت آمد بود با عمان که حالا اون دلیلش هم یه بحث مفصلی فعلا وارد نمیشم اومد پیش من گفت های سالی عمانی ها با من تماس گرفتن گفتن که توی داری میای میری به آقای سالی بگو که آمریکایی ها آمادگی دارن که وارد مذاکره مستقیم در خصوص پرونده هستی با شما بشن عمانی ها, با چرا بشن. امانی ها چرا مستقیم تر پیام ندادن بله عمانیا میدادن دیگه ما می همی... مستقیم تر یعنی آره. مثلا سفیرشون خواستن... مستقیم به حضراتی خب یعنی فوری با خودم تماس نگرفتن از طریق مثلا معاونم تماس آه. گرفتن از طریق آه. آقای سوری آقا ماجرا به این مهمی رو আরে آره. حالا دیگه اون اونو واسه از خودشون بپرسیم آه. شاید اونا میخواستن یه امتحانی بکنن ببینن اگه ما جواب رد 100 درصد میدیم که دیگه پیگیری نکنن خب این ایشون اومد و گفت گفتم ببین آقای سوری قبلا هم آقای دکتر قشقوی این صحبت کردن حالا جناب اممدید این تا رسمی نشه حالا همین صحبتی که شما فرمودید که ما نمیتونیم اونو مبنا قرار بدیم و بعدم ما یه خواسته هایی داریم و همین واسطه بودیم داشتیم صحبت میکنیم دم در دفتر وزیر بود و نوشت با خط خودش این هم توی کتاب خاطرات هم هست نوشت گفتم بنویس این یک دو سه چهار گفتم این خواسته های ماست اگر این خواسته های ما خیلی برای اونها مقبولیت نداره پس اصلا ولش کنید خواسته ها رو با کی کردی بله با کی خودم. همینجوری چون هنوز که جدی نشون ما ارسن بزرگ شما که نامه که با حضرت آقا نوشتم من وقت گرفتم خدمت حضرت آقا رسیدم و گفتم یه همچین چیزی قبلا اومانی ها با ما تماس گرفتن الان هم نامه رسمی خدمت حضرت عالی که امریکایی ها میخوان با ما گفته بکنن مذاکره مستقیم بکنن اجازه بدید ما وارد مذاکره مستقیم بشیم حضرت آقا فرمودن که آی ساری نمیشه به امریکایی اعتماد کرد بعد مسادیقی رو گفتن که چرا نمیشه و اینا میخوان چی بود اون مسادیق؟ مثلا یکیش قضیه افغانستان بود یکیش قضیه عراق بود تو هر جایی مثلا تو قضیه بود. افغانستان شما ببینید بله. اومدن گفتن چیز شرارت محور شرارت بله. و اینها میخوان که ما وارد مذاکره بشیم که بعد اون وقت بگم ببینید ما ایران و پای میز مذاکره آوردیم و چینی و چنان اینا بعد من خود اصرار کردم گفتم از اتاق اجازه بدین یه اتمام و حجت باشه چون که اونا رسانه ها دست اوناست افکار عمومی رو اونا میسازن و میگن ما اهل مذاکره هستیم ایرانی ها هستن که مثلا مذاکره نمیکنن لجاجت میکنن از این حرفا و بعد افکار عمومی یه مقدار روز به روز فکر میکنن که شاید اونا حمله بر صحت میکنن حرف بله. اونا رو اجازه بدید اتمام و حجت بشه ایشون تعملی فرمودن گفتنش کن پس شما برید برای اتمام حجت ولی شروطی رو گذاشتن که من این شروط رو بارها توی صحبت هام گفتم یکی این که مذاکره فقط هستی باشه روی امور دیگه مذاکره نمی کنید. مثلا وارد امور سیاسی نمیشید یک دو مذاکره برای مذاکره نباشه ایشون فرمودن مثل پنج به علاوه یکی میرم مذاکره میکنن میان آخرش سالها دارن مذاکره میکنن چیزی آید نشد پس مذاکره برای مذاکره نباشه لذا اگر دیدید در مذاکره اول دور اول به نتیجه نمیرسید نمی ولش کنید مذاکره رو قطعش کنید سه گفتن که مذاکره رو چیز کنید چون اون موقع آقای جلیلی با پنج به علاوه یک مذاکره میکردن آقا دیگه داشت اجازه میدادن که وزارت خارجه ترک تو یا مسیر دوم رو که مسیر مذاکره مستقیم با امریکا بود به صورت موازی. محرمانه ولی در عمان موازی لذا گفتن این برای اینکه این هماهنگی ها بشه یعنی همزمان ما دو لاین دو خط بله، بله، بله. یکیش رسانه بود بله. یکیش محرمانه محرمانه خود امریکایی ها میخواستن محرمانه باشه خیلی اصرار داشتن ما بس ما مهم نبود ولی ما اونا... پذیرفتیم و ما پذیرفتیم بله گفتنش آقای رئیس جمهور چونکه مت... چون که رئیس شورای عالی امنیت ملی است متولی این هر دو باشه که اینا رو هماهنگ بکنن بعدم هم... دیگه همین پس مذاکره و رئیس فقط... جمهور مایل بود رئیس جمهور آقای بله، احمدی نژاد بله من وقتی که آقا اجازه دادن انقدر خوشحال بودم فقط روم نشد میخواستم پاشم آقا رو بغل کنم بوس کنم واقعا ولی تی گفتن این درسته از همونجا بودو بودو رفتم پیش آقای دکتر احمدی نشد گفتم آقای دکتر بشارت بده ما انشالله موضوع این هستی رو انشالله به نفع جمهوری اسلامی حل میکنیم چون من هم خب اشراف داشتم میدونستم مسائل بله، فنیش رو تو مسائل سیاسیش بودم بالاخره فنیش بودید بله. تجربه متراکمی داشت. داشتیم ایشون یه ای دفعه گفت من نیستم شما اگر گفتم آخه چرا این اصلا یک دفعه هرچی خوشحالی اونجا داشتید اینجا واقعا تبدیل به یست شد دلیلشون چی بود دیگه خیلی ایشون گفتن آقا به من بگن مستمر گفت خب من وزیر شما من که دارم الان به شما منتقل می کنم یعنی شما اعتماد ندارید گفتن نه شما توصیه میکنم ورود پیدا کنید موقع ارتباط آقای احمد نژاد با آقای جلیلی چطور بود خوب بود چون آقای احمدی آقای دکتر احمدی نژاد آقای دکتر جلیلی رو معرفی کرده بودن خیلی خوب بود خب نه قب... پیش بلی... از ایشون آقای لاریجانی هم به نوعی معرفی شده رئیس جمهور بود. نه ولی آقای جلیلی رو واقعا آقای احمدی نژاد معرفی واقعا حالا آقای لاریجانی یه خود شرایط فهم کنه ولی آقای احمد نژاد آقای بره. جلیلی رو آقای احمدی نژاد و آقا... هیچ وقت نگفت در این آقای احمدی نژاد با آقای جلیلی در وزارت خارجه مدت با هم بودن آقا... یه مدتی آقای دکتر احمدی نژاد وزارت خارجه بود دلیلش رو نگفتن به شما که آقای احمد نژاد چرا نه نه دیگه به من گفتن که شما ما توصیه میکنیم شما گفت که ورود پیدا نکنه آقای سری آخرش آخر خوبی نیست و و گفتم منم بهش گفتم آقای دکتر من که کارو خاصی نمیخوام من میخوام واسه مملکت هم یه کاری عدسان برمیاد این پرونده رو حل بکنم اگه حل شد که خوب الهی شد اگرم نشد خب نشد مثل الان میمونه دیگه و براتون هیچ وقت توضیح بل... ندادن که چرا بله بعد دیگه ایشون رضایت نداد و بعد دیگه من احساس کردم خب آقای دکتر احمدی نشد دیگه به هر دلیلی نمیخواست توی این قضیه ورود پیدا به نظرتون اشتباه کرد آقای احمدی نژاد که قبول به من بله این پادشاه یعنی پادشاه های حالا عمان یا امیر کویت و اینا ارتباط خوبی داشتن با شما خیلی. یه بخشش به خاطر زبان عربی بله بوده که شما مسلط بودین عربی بودی؟ صحبت با اینا اصلا فرق میکنم ببینید هر هر ملتی فرهنگی داره دیگه ام. ملت عرب هم فرهنگ خودشو داره میگه اکرمنی خود عبایتی میگه تکریم هم کن عبای منو بگیر عبای آه. منو بگیر یعنی دیگه خیلی دیگه به شما احترام گذاشتن احترام گذاشتن یعنی بهترین چیزی که داشته داره به شما میده پادشاه عربستان هم شما ازش خاطرات جالبی دارید آره پادشاه آره، عربستانم بله یه دفعه یک نامه اومد از سازمان تعاون اسلامی که اجلاس استراری سران در مکه خواهد بود گفتیم واسه چی اجلاس استراری آخه گذاشتن منم در خدمت من شما بودم رفتیم عربستان بودی بودیم. بله بله, آفرین. بله. آفرین. آفرین. اومدی مکه بله. اومدی بله. که شما عجب. رئیس جمهورم استاد کنار پادشاه و بعد شما آفرین پادشاه پادشا عربستان به شما چی گفت که خاطرتون مونده پادشاه عربستان سر سرپایی یک ایشونم رو اساس بود تکیه کرده بود و صحبت هایی کرد من فکر کردم الان میخواد راجع به سوریه مشکلات منطقه چون که اون موقع مصادف شده بود با همین اتفاقاتی که در کشور بله. اسلامی افتاده بود و لیبی و فلان اینا فکر کردم راجع به این موضوعات میخواد صحبت بکنه ایشون دیدم اصلا به این مسائل اصلا توجه نکرد نه سوری نه لیبی نه مصر نه این چی. گفت شما چرا علیه من توی تلویزیونتون دائم به هر حال به صورت سلبی صحبت میکنید علیه من حرف میزنید چکار میکنید تصویرهایی رو نشون میدید بعدش اون این دفعه احساساتی شد و اصاش رو برداشت گفت این چه حرفیه شما میزنید اینا رو بذارید کنار بی حرمتی چرا میکنید اینا خلاص این بحث یه هفتش دقیقهی که بحث همش این بود که دیگه ما سایی کرد دیگه برد بالا که من واقعا نگران شدم خاطر گفتم خدایا نکنه اتفاقی بیفته خیلی از ناراحت شده بود خیلی ناراحت بود واقعا و عربستان یه کشور مهمیه به نظر من با هست واقعا با عربستان یه روابط ویژه داشته باشیم اختلافاتمون سر جاش مشترکاتمون سر جاش خیلی یه دکتر یه هم شما در همون سازمان همکاری های اسلامی رفتید به جده که صحبت بکنید و میدانداری کنید میانداری کنید بگید که این حمله به سفارتخانه های خارجی در سوریه کار مثلا بشار اسد نیست اون وقت در حین مذاکرات شما و لابی های شما چه اتفاقی افتاد؟ ولید معلم وزیر خارجه سوریه بود خیلی هم روابطمون خوب بود به من زنگ زد گفت آهای سالی در سازمان همکاری های اسلامی میخوان ما رو عضویتمون رو معلق بکنن و یه جلسه استراری گذاشتن من خواهش میکنم خودت شخصا حضور پیدا کن چرا میخواستن معلق کنن به خاطر همین حمله به سفارتخونه های عربی در پایتخت سوریه دمشق آه. به چند تا سفارتخونه هم چون اینه بهانه گرفته بود بله. میخواستن بگن بهانه بود چون که با حالا اون داستان سوریه که خودش یه بله. داستان مفصلی است ولی این بهانه اصلیش بود لذا تو بیا چون که تو قبلا هم سازمان همکاری های اسلامی بودی و الان هم ارتباطاتی داری و وزارت خارجه ایران هستی بیا اونجا و بگو سفر... که این کار سوری ها نیست آره حمله سفارت کار ما نیست بگو یه عده دارن از این آب و گلالوت میخوان باسه ماهی خودشون خب. بگرد. توی مسیر که داشتیم میرفتیم یه دفعه به من زنگ زدن از ایران آقا سفارت انگلیس رو گرفتن بعد حرفایی که دارم میزنم ماشین بغل اتوبان مثلا هنوز نرسیدیم به سازمان کنفرانس اسلام داشتم مدیریت میکردم که چکار بکنم با آقای احمدی مقدم اگر الان فکر میکنم محمدی مقدم بودن مثل رئیسش رئیس نیروهای انتظامی سردار احمدی مقدم فکر میکنم بله بعدی به ایشون زنگ زدم گفتم سر دار این چه وضعش چرا بس اینجوری باشه گفت آقا ما بگه مردم اومدن و اینجوری کردن و کاری ما تلاشمون رو کردیم و اینا و کاری ندارم اینا بعد دیگه من با پروتکلم گفتم آقا به آقای الله داد و آقای مظفری که تو پروتکل بودن دکتر مظفری گفتم آقا برید پیش سفیر انگلیس انگلیس بچسبید بهش که آسیب خدای نکرده جسمی و اینا نرسه بشین که اینا رفتن و اونجا بودن و اینا خب و میرسیم به برجام برجام از نظر دکتر علی اکبر صالحی چیز خوبی بود؟ ببینید اگر ما زمانی که مذاکرات محرمانه رو با امریکا داشتیم ادامه میدادیم که متاسفانه نشد ادامه بدیم اون میتونست نتایجش مطلوب تر باشه یعنی اینقدر پیچیدگی برجام درش نباشه اعتراف به حق قنیسازی تو نامه اومد اصلا با کلمه اعتراف پیش از برجام بله بله پیش از برچه اولین باشه چه کلمه الاعتراف به حق تخصیب الارانیوم فی ایران الاعتراف که اعتراف تخصیب اورانیوم یعنی قنیسازی ایرانیان در ایران اه. این نامه اومد ما دادیم به آقای دکتر احمدی نشد پس اولین بار آقای دکتر اگه درست بگم اولین بار نامه سلطان پادشاه عمان بله سلطان قابوس بود که مذاکره مستقیم بین ایران شکل و آمریکا شروع شد نامه دوم رو که فرستادن گفتن که اذعان کرده به این که آقا باید ایران غنی ایران رو حفظ کنه آره ایران, ایران, ایران آمریکا حق غنی سازی ایران رو به رسمیت و بعد از اون دیگه اتفاقات دیگه ای افتاد و برجام در حقیقت بل. بر اساس همین نامه بعد از اون یه نقشه راهی تهیه شده بود بنا شد بر اساس اون نقشه راه بریم جلو که دفتر آقا با ما تماس گرفتن فکر کنم آقای اجازی تماس اه. گرفتن ولی خاطرم نیست دفتر از آقا تماس گرفتن گفتن که چیزه این بقی ادامه مذاکره رو بذارید در دولت بعدی چون در آستانه سال 92 بودیم دیگه اسفن ماه بود بذاریم در بعد از انتخابات که دیگه آقای دکتر روحانی اومد و من خدمت آقای دکتر روحانی رسیدم و گزارش دادم و نامه ها رو هم تعجب میکرد باور نمیکردن بعد دیگه آقای دکتر روحانی اومد دیگه اون پنج به علاوه یکی که قبلا آقای دکتر جلیلی دنبال میکردن اونم از دبیرخانه شورای عالی داد به وزارت خارجه یعنی دو تا یکی جمع شد آها. درسته و شما برجام رو مجموعه من برجام مصبت رو مفید میدونم بله ببینید هر بالاخره شما هر قراردادی بین المللی که می‌بندید یا هر معاهده ای رو که بهش می‌پیوندید بده بستاند. بخشی از شما رو مح... محدود میکنه یعنی اگه دوباره الان قرار باشه برجام ببندیم شما با همین دست فرمون میرید ببینید هیچ چی ایدئال که نیست بله چون که من افتدار و فنی بودم البته من به شما بگم برجام دو سال و چند ماه طول کشید مذاکرهاش. بله. مذاکراش من یک سالش نبودم اه. زمان آقای دکتر روحانی تصمیم آقای دکتر روحانی بود اه. که من که معاون ایشون بودم نباشه. و رئیس سازمان انرژی اتمی بودم چرا؟ و موضوع فنی بود چرا؟ ایشون تشخیص داده بود که ما نباشیم چرا این تشخیص؟ من نپرسیدم از ایشون اینو شما هست. از از دکترانی برنامه بذارید اینجوری بیا نه شما خاص <تصفح> از آقای احمدی نژاد نپرسیدید که چرا خب مذاکرات دل دلّ... ادامه م... اگه برم بپرسم من چرا نیستم فکر میکنه که من مثلا ا... من تا خوشحال بودم گفتم مسئولیتی ندارم. میگم دلتون از رئیس جمهور پر های دکتر <تصفح> بعد اون آقای مونیز بود که در حقیقت همتای شما بود ارنست مونیز محلی. هم بودید نه آقای مونیز حالا چون که اونجا هیئت علمی بود تو فیزیکم بود با استاده که من باهاش کار میکردم آشنا بود او منو میشناخت من آقای مونیز رو نمیشناختم ولی آقای مونیز منو میشناخت استاد من مشاور علمی آها. آقای مونیز بود بعد دوستان من که بعد من... اینجوری بود که توی مذاکرات خب شما وقتی که با آقای مونیز صحبت میکنید مثلا بزرگان پیام بدند که آقای صالحی مراقب این آقای مونیز باش چون که من یه بار از مونیز تعریف کردم گفتم بالاخره استاد دانشگاه است بالاخره استاد دانشگاه اونم تو فیزیک و فلان و این چیزها درست وارد عالم سیاست شده ولی هنوز اون بستر استادی و علمیش و نجابت علمیش و استادیش اجازه نمیده خیلی از منحرف بشه به این ونومد این نگاه شما آقایون بود. سیاسیون خب سیاسیونی که طبق تعریف غربی ها رو میگم نه یه سیاسی بله. که طبق تعریف حالا اصول اخلاقی و اسلامی ما باشه اینا خب اجازه میدن خودشون رو به هر طرفی سوق بدن آقای مونیز اینجوری نبود من یه بار تعریف کردم از آقای کجا تعریف کردی؟ نه تو رسانه ها گفتم انسان شریف و محترمی و ما راحت میتونیم تفاهم بکنیم بعد برخی عزیزان گفتن نه اینجوری هم نیست اینا مثلا فلان و اینا گفتم خب انشالله که من ازتون میخوام که در یک کلمه این اسامی رو که خدمتون عرض میکنم توصیف بفرمایید آقای ظریف انسان باهوش و ارزم به حضور شما که توانا کاردان و دلسوز آقای جلیلی انسان دلسوز آرمانگرا خیلی آرمانگرا راز سر به مهر راز سر به مهر من فکر میکنم اگر اسناد مذاکرات محرمانه با امریکا که در عمان انجام گرفت چاپ بشه دقیق تر از راز سر به مهره مصدق؟ یک فرد آموزش خوب دیده بود در زمان خودش واقعا در حد اینکه ما در ایران فردی مثل مصدق داشته باشیم خوب خارج درس خونده بود آه. جهانبینی خوبی داشت دنیا رو دیده بود و مدافع منافع ملی ایران بود و در عرصه بین المللی خوش درخشید احمدی نژاد احمدی نژاد واقعا آقای دکتر احمدی نژاد یک انسان واقعا دلسوز بسیار باهوش اما میتونست با تدبیر بیشتری عمل بکنه ولی دلسوزیش العاده بود واقعا باسه مردم آقای رئیسی؟ آقای رئیسی رو من خیلی آشنایی از نزدیک باشون با ندارم واقعا که مثلا بتونم اصار نظره آره الان چند وقت کم پیدایی؟ من کم پیدا بله <تصفح> خب بالاخره الان کاری در رئیسی همه دولت, دیگه دولت ها بودید ولی الان, دل... الان کم تن... بله الان دیگه تو فرنگستان علوم هستیم من توفیق آقای رئیسی اولین رئیس جمهوری بوده که باش کار نکردید بله بله من با آقای با شما کار دل... دل... نکردم دل... و توفیق نداشتم که خیلی از نزدیک با ایشون همکاری نزدیکی داشته آقای لاریجانی به رمز و رموز مسائل سیاسی خیلی اشراف داره. خوب میتونه استفاده کنه از مز... یعنی آقای لاریجانی رو شما اگر یه بررسی بکنید اه میبینید اه... یک لاریجانی نمیبینید. یعنی کیسن؟ آدم کیسیه. آدم با فتانتیه. بله واقعاً الان انتخابات ریاست جمهوری جناب دکتر صالحی خودشون رو در قامت رئیس جمهور میدونن که شرکت کنن نامزد بشن نه من چرا؟ برای اینکه ببینید حضرت رسول میفرماید کسی که بهش کاری محول میشه مسئولی و اگر بدونه نمیتونه از اون کار بر بیاد بهتر نپذیره ممکنه مردم بپرسن که آقا این هسته ای چی داره که ما باید این همه سختی بکشیم بابتش در یه خط اگر بخوای توضیح بدید چیه اقتدار ملی سیانت از حاکمیت ملی من میخوام ازتون اینو سریح بپرسم ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم ببینید ما همه آستانه های علم و فناوری هستی رو داریم من یه مثال بزنم دیگه اون خودتون نه نه خودت بدون ما تواناییشو داریم یا نه خودت برد ببین من یه مثال میزنم یه خودرو چی میخواد شاسی میخواد موتور میخواد فرمون میخواد گرفتم شما اینجا بیشتر دیپلماتید شما بگو جعبه دنده ساختی میگم بله موتور س... ولی هر کدوم واسه کار خودشه بله صمیمی ترین دوستتون کیه که باش مثلا شطرنج بازی میکنید باش میرین شمال حاضرید باش برید به یک جزیره تنهایی باش برید دعوا من واقعا با فرزندانم بیشتر دوستم اینجوری که شما میگید یعنی که دیگه حرف و دلمو بزنم خب من مثلا بچه هم بزرگم دیگه یعنی میشینیم با هم راحتیم حرف میزنیم آی دکتر یه صفحه شطرنجی شما در اتاق کارتون دارید خیلی هم معروفه کنار میزتونه تو فرهنگستان علوم هم بردید جنسش چیه و چه کسی به شما هدیه داده بله جنس مهره های این شطرنج زیرکونیوم هست و دوستان ما در شرکت سوره این رو ساختن برای شرکت بند. سوره چیه شرکت یکی از شرکت های سازمان انرژی اتمی هست هدیه دادن به شما در بله هدیه دادن به من چیز با ارزش چیه خب ما نداریم شطرنجی که مهره هاش از زیرکونیوم باشه و رنگ مهره هاشم رنگ نباشه بلی نداریم تو دنیا من فکر نمی‌کنم باشه حالا هر کسی اونو از این بغات دارم بسوزم <applause> <applause> موافقت بریم یه شطرنج بازی کنیم در خلوت شماست بفهمان ایشار بسم الله الرحمن خیره طور شما از اینایی هستین که خیلی سریع حرکت میکنید یا با تدبر کند، و کند، تعمل با تعمل خیلی با برای شطرنج یه بازی بسیار فکری هست و با هستی چند خلاصه قدمی که میخوای در آینده برداری رو از قبل پیش بینی بکنید بعد قدم های اون طرف مقابل هم پیش بینی بکنید خیلی کار سختی اینجا رو زیاد چیز کنید دکتر قراره با افراد حقیقی صفحه شطرنج رو کامل کنید خوب. روختون کیه؟ <تصحنت> سوال های سخت نرپرسیده خب بالاخره آدم روخ همسر شد بالاخره بله دومت اسبتون چیه؟ از پسران من ماجرا ترورتون چی بود؟ یه روز من چون رئیس دانشگاه بودم راننده داشتیم ماشین داشتیم سال 61 بعد داشتیم اون کوچه ای هم که ما هستیم یه کوچه سربلایی از خیابون و سهره بردی جدا میشه کوچه خیلی سربالای تندی همیشه می آمد در من پیاده میکرد و می رفت. این دفعه خیلی عجیب بود من بهش گفتم به گفتم آقا من امروز خیلی نشستم تو همین سر کوچه منو پیاده کنم میخوام پیاده برم چه قدم زدم خطرناک واقعا گفت باشه سری ما پیاده رفتیم و رسیدیم به دمه دادن یکی از این موتورهای خیلی قوی دو نفرم نشستن توش و اومدن و واس یکیش رو موتور بود و دائم رو چیز میکرد یکی هم اومد پایین توفنگش رو گرفت گذاشت روی سینه ما گفت اسم چیه؟ گفتم این چه وضع از پرسیدن خودم رو نباختم گفت یه حرفی زد و, و گفت. گفتم اسم چیه؟ من خوب خداوند واقعا کمکم کرد نیومدم بگم مثلا اکیش. علی اکبر صالحی نمیدونم موجود. گفتم علی بعد گفت کارت چیه نیومدم بگم رئیس دانشگاه نمیدونم استاد گفتم معلم یه نگاهی به رفیقش کرد فکر کردن که اشتباه گرفتن چون اینا میخوان رئیس دانشگاه سنتی شریف و صالحی و اینا رو بزنن دیگه من گفتم علی و معلم اینم بعدم ماشین نبود اونجا من بدون چیز دیگه سوار موتور شدن و رفتم یعنی شانس آوردم عجب. اینم لطف خدا بود سختترین تصمیم شطرنج زندگی شما چه تصمیمی بود ببینید تصمیماتی بود که من تو زندگی میگرفتم ولی عواقبش خیلی برام روشن نبود اینو میشه گفت تصمیم سخت مثل شطرنج شما یه حرکتی که می‌کنی مثلا چی بود بله یکی این که من کلاس سوم متوسطه یه دفعه تصمیم گرفتم خودم تصمیم برم خارج از کشور و پدرم رو راضی کردم که منو بفرست خارج ولی نمیدونستم خارج از کشور چی میشه چی جوری میشه کجا میرم برنامه نداشتم نه پدرم میدونست چیکار بکنه نه خودم میدونستم چیکار بکنم حالا یه زمانی هست شما یک کسی رو راهنمایی رو دارید راهنماییت میکنه کجا برید بله. چیکار بکنید من بله. هیچ راهنمایی نداشتم یک کمی این که وقتی که لیسانسمو گرفتم یک سال فوق لیسانس بودم تصمیم گرفتم برم امریکا باز یه دفعه بدون مقدمه ای یه دفعه میرم امریکا و خب اینا هیچ کدوم ام... نمیتونستی پیش بینی بکنی که این قدمی که برداشتی قدمی خواهد بود که تو رو به نتیجه مطو میرسونه یا نه؟ می آلیکتور تا الان تو زندگیتون کیش شدید؟ کیش شدم ولی مات نشدم الحمدلله. بله. چطوری از کیشی در اومدید؟ خب حواسم جمع بود. کی میتونه آقای علی اکبر صالحی رو کیش مات کنه؟ کی میتونه کیش مات بکنه؟ بله. اراده الهی نوبت شماست. الان نگفتیم نوبت نوات نه کی میتونه ایران رو کیش کنه اگر راه درست رو تشخیص ندیم خودمون خودمون رو میکنیم کسی نمیتونه ما رو کیش بکنه یعنی از ماس که بر ماس اون وقت میشه دوست دارید چهره چه کسانی رو شطرنجی کنید شطرنجی کنم یعنی تو یعنی دیگه نباشن تو چند تحنه. واقعا یه آدمی مثل نتانیاهو که من اصلا دلم نمیخواد واقعا دلم نمیخواد این چهره رو ببینم یک شخصی که توی تاریخ بشریت یعنی از زمانی که انسان خلق شده تا به امروز کسی رو داشته باشیم که به این خونخاری و سنگدلی و ارزم به حضور شما که وحشیگری واقعا بوده باشه شما ببینید در قضه چه اتفاقی داره میفته آیا دکتر این همه سال شما در صفحه شطرنج سیاست بودید کاری کردید که پشیمون باشید ازش زدی درست زدی؟ بله کجا بودی؟ این مال منه خب مال شما رو زدم دیگه سرباز رو زدم سر... نه این اینجا بود چجوری زدی؟ نه اینجا بود اینجا بود خب عباس من رو پرد کردی خب بیا اینم مال شما برده خوب خب چی بود سوالتون؟ احساس میکنید در صفحه شرطنج سیاست خوب بازی کردید؟ احساس میکنم آره برای که حواسم جمع بوده بیگدار نه حرفی رو زدم نه تصمیمی رو گرفتم احساس میکنید این همه سال در سیاست نقش وزیر رو داشتید یا پیاده رو نقش پیاده رو داشتم که سعی می کردم منویات مسئولین بالاتر رو تا میتونم واقعا چیز کنم محقق بکنم شسنج خوبی بود شما به انگلیسی به عربی به فرانسه و به اسپانیش مسلطید یه شعر بر ما بخونید به انگلیسی یه دفعه ناگهانی شما سوال کردید اما شعر سعدی رو خوب به انگلیسی ترجمه خیلی خوب به انگلیسی شده که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرین یک گوهرن میگه Human beings are members of a whole Human beings are members of a whole In creation of one essence انسان یه so, شعر عربی هم برای اون بله یک شعری که در عربی همیشه به هم نشسته و به در این مسائل امروزه که بحران غزه رو داریم اینه که اد الشعب و اراد الحیات فلا بد ان القدر میگه اگر ملتی اد الشعب و اراد الحیات ملتی اراده بکنه که از حیات طیبه برخوردار باشه از یک زندگی با معنای برخوردار باشه اراده بکنه قطعا دست تقدیر با او همراهی میکنه شما به فرانسه مسلطید همسر فرانسوی دارین؟ این همسر فرانسوی ما به شما هم رسیده ظاهر بله. ما چند سال همسر فرانسوی داریم چندین سال البته بر به زمان خدا رحمت کنه حضرت آیت الله شمیر رفسنجین رئیس جمهور شده بودن یه روز دکتر حبیبی خدا رحمتشون کنه خدا ما رحمت کنه منو خواستن گفتن ما راجب وزارت و علوم و اینا داریم بحث میکنیم که کی وزیر باشه خب ظاهرا میخواستن یه بحثی با ما کرده باشن چون من معاون وزیر علوم بودم و اینها بعد این قضیه ادامه پیدا میکنه بعد سازمان انرژی اتمی مطرح میشه و بعد اون موقع بولتن های محرمانه ای بود حالا این مال سی و خورده سال سالش توی یکی از این بولتن های محرمانه که به مسعودین رسیده بود از جمله آقای دکتر روحانی که اون موقع مجلس بودن اینشون هم خونده بوده گفته بودن که آقای دکتر علی اکبر ساری خانمش فرانسوی بعد ما رفتیم بررسی بکنیم آقا چی شده ما خانم فرانسوی شده ما هر وقت هر چی بوده ای به عنوان مانع اومده جلو بعد بعدا متوجه هم. ما فهمیدیم که این کار کرده ولی اونو بحثش, که بحثش رو نداریم یه عزیزی فکر میکرد ما رقیب ایشون خواهیم بود خب پیش دستی کرده بود گفت ما می نویسیم علی اکبر زاری خانمش فرانسویه اگر به نتیجه رسید که ما اگر هم نرسید میگیم تشابه اسمی حالا چی شد؟ یه علی اکبر صالحی تو دانشگاه تهران بوده قدیم خانمشم فرانسوی بوده ولی مثل که بازنشست شده بوده رفته بوده اون شعر فارسی که زیر لب زمزمه میکنید چیه؟ ما نگوییم بد و میل و نکنیم جام کس و دلق خود از رق نکنیم من گفتم الان شاید این شعر رو بخونه که دل هر ذره را که بهش کافی آفتابش در میان بینیم. <تصفح> بله اون که آید دکتر بله. شما اگر اگر چشمانتون اشعه ای ایکس داشت اول به کی نگاه می‌کردین منو معاف بفرمایید <applause> دلم میخواست واقعا این سوال قشنگی کردی واقعا اگه چشم انسان اشه داشت میتونست ببینه دلم میخواست واقعا حالا بحث علم اینجا نیست ماده رو ببینم درون ماده در رو ببینم شما فیزیک هسته خوندید آیا تمام ماده سازنده نسل بشر در یک قاشق چای خوری یا یک حب قند جا میشه زمین بله اگر شما ببینید اگر شما اتم ها رو الکتروناشو در بیارید ببینید فرض کنید من میتونم دو تا از این بله رو بردارم بفهم. خواهش من بیارم خدمتتون ببخشید ببخشید خواهش فرض کنید این یه اتمه اینم یه ای اتمه خب اینو الان چسبیدم به هم, هم. ولی این اتم که دارید میبینید به این بزرگی هست در حقیقت به این بزرگی نیست فضای خالی بخش داره بخش خالیه 99, 99 و بله دارست. بخش عمدش خالیه کجاست اصل وزنش وسطشه بهش میگن هسته اتم این بیرونش اینا ابر الکترونیه ابر مثل ابر ابر آسانی که اگر اینا رو حذف کنی میرسی به یک که تمام كه جهان در یک انجام میشه آره میشه هسته خب حالا نه زود نرس به نتیجه اه. آه. از که خسته شدی <تصفح> نه <باقل شده تصفح> میشه هسته حالا اگر ما بخوایم اینو مثلا به اندازه بگیریم مثلا اگر این هسته اینجا باشه الکترونش مثلا کرجه اه. ببینید شما اینجا تا کرج خالیه خالی آره خالی خب حالا شما این فضا رو خالی رو درمشون دو تا هستار خیلی به هم نزدیک میشن دیگه اما دنیا از این اتم ها ساخته شده که بزرگن اما هسته ها رو اگر به هم وصل کنید الکترون ها رو خب یه دفعه دنیا کوچیک <applause> میشه حالا هسته ها باز خودشون از یک نوترون و پروتون و اینا حالا اینا رو هم اگر باز فشار بدید یه دفعه شما میبینید یه خورشید رو میتونید در قالب یه کره مثلا چند کیلومتر قطرشه قرار بدید وزن یه خورشید <applause> یک زمین رو در یک اندازه این پرتغال دره قرابه آی دکتر تو پوست بکنم پرتغالو نه خیلی ممنون پوست <applause> <applause> بکنم جدا نه نه, نه. میگم شما فوبیا دارین فوبیا من ترس چیزی ام. نه الحمدلله الحمدلله هیچ چی واقعا اینم با سو خودم هم عجیبه ها یه دفعه دیدید بعضی چیزی صدای میشنون یه دفعه یا ولی من چیزو ندارم نه آخرین باری که از یه وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کردید مثلا مترو نمیدونم اتوبوس اینا کی بوده خرید خونه میکنین اصلا نمایش یا برای واقعا استفاده شخصی برای استفاده شخصی واقعا برای استفاده شخصی مترو و اتوبوس میشه گفت که الان من از سال 84 88 تا حالا استفاده نکردم ولی نمایشی رفتیم یعنی رفتیم مترو رفتیم که مثلا به به <applause> جناب شاغلام سلام خسته نباشید در با تلاش بی وقفه بچه‌ها روزنامه جناب علی آماده شده بود صفحه اول بفهم که آفرین. این تقدیم شما خدمت آفره. شما آفره. خیلی یه دفعه شما می‌خواستین منو معرفی کنیم به شورای عالی امنیت ملی یه گلایه اتفاق افتاده بود من رفته بودم لیبی گفته بودم سفارتمون خالیه و اینا حسابی عصبانی <applause> بچا آقای عزیزی یعنی خیلی عصبانی بودین از دست من رفته بودم یه گزارش ره. گرفته بودم ره. که سفارتمون تو لیبی ره. خالی بود و اینا نه خلاصه... گفتم به صدا و سیما گفتم بابا نیست اینجوری با. چرا آقای نجف زاده اینو رفته رفتم یکم خالی بود ولی خلاصه چه روزگاری بود واقعا همون شد؟ بله خب الحمدلله چطور راضی بودی؟ بود بله نظرتون تو گرم بود خیلی بزرگواری که موزه رو نپرسید موزه قزوین هم بفهمید بله ما یک موزه ای داریم در قزوین به نام موزه ملت اون توفیقاتی که داشتیم در وزارت امور و خارجه و سازمان جهانی خب به این کشورها که میرفتیم با مسئولین کشورهای مختلف و همتایان خودمون در حال ملاقاتی داشتیم لطف میکردن هدایای میدادن این هدایا خب هدایا به شخص که نیست من بل. البته هدایا به بل. شخص بود بل بل. مثلا من تصورم این بود که این هدیه اگر من وزیر و خارجه نبودم میرفتم آیا این هدیه رو میدادم قطعا نمیدادم پس این هدیه به عنوان وزیر امور خارجه ای ایرانه که داره داده میشه پس این هد... هدیه مال ملت ایرانه از هدایا رو جمع کردم و در قزوین که خب شهر آبا و اجرادی ماست مم. اونجا در یک جای خیلی قشنگی به نام سعد و سلطنه که بازسازی شده یک مم. ساختمان قدیمی است مال زمان قاجار جاله. خیلی زیبا یه موزه بزرگ تاسیس کردن بسیار دیدنی بیش از 300 قطعه اونجا هست و خیلی مورد استقبال قرار گرفته اسمشم گذاشتیم موزه ملت حالا خانم ما اینجا خیلی همیشه من اعتراض میکنه میگه این ساعت مثلا ساعت های خانم اینو بله. این ساعت منو میدادی گفتم نه خانم این مال شما نیست شما هر وقت ما رفتیم به عنوان آدم عادی به ما ساعت دادن اشکال نداره ما سهم شما رو میدیم ولی وقتی که به عنوان وزیر خارجه میری یا معاون رئیس جمهور میری هدیه میگیری این هدیه مال ملت شما نماینده اون ملتی این هدایا با هست بره به ملت برگرده هدایای گران قیمت خیلی با ارزش اونجا هست انشالله یه فرصتی بشه شما برید ببینید من از شما و تمامی عزیزان دست کار پشت سنم خیلی تشکر از شما انشالله مقبول عزیزان بیننده و شننده اینشالله. و هموطنان اینشالله. و شهروندان عزیزمون بس. یه آرزوی خوبم بکنید برای مردم و خدافزی کنید انشالله که جمهوری اسلامی به اون آرمان ها برسه هرچی سریع تر انشالله واقعا شعن جمهوری اسلامی است هم بستر انقلابیش آماده است هم واقعا اون مکتب اسلامی رو ما داریم هم مردم تمدن سه هزار سال مکتوب رو داریم و مردم باهوشی داریم با منطقه امیدواری... زیبایی داریم کشور زیبایی داریم حیف این کشور ما حیث. واقعا در شرایطی باشه که مردم از نظر معیشتی مقدار در تنگنا شرایط باشد. تنگنا باشن امیدواریم به لطف خدا و مدیریت و همت عالی دولت این مشکل معیشتی مردم هر چه زودتر برطرف بشه امیدوارید شوش. من امیدوارم بله خیلی, خیلی متشکرم خیلی ممنونم بزرگواری فرمودید ممنونم سلامت باشید آقا مخلصی خوبید محمد آقا آقا دیشب گفتین هوا اوکی و اینا ما الان شبیه موش آب کشیده شدیم آقا به جان خودم نه بابا من این آخه یه پیشبینه تخیلی بود حالا اشکال نبیده برای همینو صحبت میکنیم